سلام به روی ماهتون، من شیرینم. خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه با من. ویدیو امشب آموزش میکاپ صورت برای مبتدی است که از میکاپ پوست شروع میکنم و تو قسمت بعدی میکاپ چشم رو براتون میذارم. بریم که با هم ببینیم. بچه دقت کنید، اصلا فرقی نمی کنه شما چه پوستی داشته باشید، چه خشک، چه چرب، چه مختلف، شما حتما باید قبل از شروع میکاپ به صورتتون مرطوب کننده بزنید که من از مرطوب کننده جوته استفاده می کنم که تقریبا قیمتش مناسبه و تو ایران هست و می توانید ازش استفاده کنید. بچه استفاده از مرطوب کننده باعث میشه که آرایشتون همیشه فرش و تازه بمونه و این خیلی خوبه. بعدش اگه مثل من منافذ بازی دارید و این قسمت ها و تیزون صورتتون چرب میشه، حتما باید از پرایمر استفاده کنید، چون پرایمر باعث میشه که چربی زیر پوستتون بیرون نزنه و همون تو بمونه و کرم پودرتون رو خراب نکنه، که من از پرایمر M&D استفاده میکنم که توی ایران هم موجود هست و قیمتش هم خیلی مناسبه. دقت کنید به جاهایی که منافذ باز دارم پرایمر میزنم. یه چند دقیقه صبر میکنیم تا پرایمر جذب پوستمون بشه. خب حالا میرسیم به کرم پود. بچه ها دقت کنید، حتما باید کرم پودی بخرید که مناسب پوست شما باشه. یعنی اگه پوست خشکی دارید باید کرم پودر مخصوص پوستای خشک استفاده کنید، و اگه پوست چرب مختلطی دارید باید کرم پودی استفاده کنید که مخصوص پوستای چربه و اویل فریه، یعنی چربیش پایینه و بعد از چند ساعت پوستتون برق نمیافته. بچه ها من سعی کردم از محصولاتی استفاده کنم که توی ایران موجود هست و دسترسی شما بهش آسون باشه. من از کرم پودر کالیستا استفاده میکنم، این مدلش که مخصوص پوستای چربه. یه مدل دیگه هم داره که مخصوص پوستای خشکه. رنگاش خوبه، کاورش خیلی خوبه، متوسط رو به بالاه، و اینکه این مدلش که مخصوص پوستای چربه خیلی خوب جواب پس داده برای من چند وقت دارم ازش استفاده میکنم و خیلی ازش راضیم. حالا میریم که با هم امتحانش کنیم. راستی شماره که من استفاده میکنم M12 هستش. اگه رنگ پوستتون نزدیک به رنگ پوست منه میتونید از این شماره استفاده کنید. از یه اسفنج نمدار استفاده میکنم برای بلند کردنش. بچه مهم نیست اسفنجتون به رنگ باشه یا نه، ولی حتما باید تمیز باشه و نمدار. بچه یه نکته بگم، به قول یه جوکی سقف و رنگ نکنید، دیوار رو ول کنید، حتما گردنتونم کاور کنید. حداقل 5 دقیقه باید بلند کردن شما طول بکشه. اگه کمتر از این باشه کرم پودرتون ماسیده میشه. باید 5 دقیقه طول بکشه و خوب بلند شه. اگه هم بیشتر که بهتر. حالا میریم سراغ کانسیلر، که باز من از کانسیلر کالیستا استفاده میکنم که هم قیمتش مناسبه هم توی ایران در دسترسه. شمارش 3012، کاورش متوسط رو به پایینه. اگه دور چشم خشکی دارید این کانسیلر مناسب شما نیست، حواستون رو جمع کنید. یه کوچولو اینجا میزنم، یه کوچولو اینجا. بعدش با همین اسفنجی که داشتم قسمت نوک‌تیزش کانسیلرم رو بلند کردم. بچه دقت کنید، محصولاتی که من استفاده میکنم مخصوص پوست خودمه، یعنی پوست چرب. شما حتما باید محصولی رو استفاده کنید که مخصوص پوست خودتون باشه. بچه برای رژگونه من میخوام از این رژ کاسه‌ای استفاده کنم که برای من از برند کلاور هست، شماره L101 به رنگ قرمز. خیلی پیگمنت داره، حواستون باشه یهو کلی بر ندارید بزنید. اول یه کوچولو بردارید بزنید پشت دستتون، بعد از اینجا بردارید بزنید روی گونه‌هاتون، دقیقاً اینجا. این رژ کاسه یا خیلی ماندگاری دارن، خیلی پیگمنت دارن و خیلی مقرون به صرفن، قیمتشون هم واقعا مناسبه. ببینید چه خوشگل شد. خب بچه ها به دو دلیل من باید از پنکیک یا پودر فیکس استفاده کنم. یک، اینکه چون پوست صورتم چربه. دو، اینکه تو منطقه زندگی میکنم که آب و هواش گرم و مرطوبه. به خاطر همین حتما باید پوستم خوش کنم تا بعد چند ساعت آرایشم خراب نشه و نماسه. از یه براش این شکلی
تازه هم بهشون شستم تمیزه و پنکیک هم استفاده میکنم. شما میتونید از پودر فیکس هم استفاده کنید. اسم پنکیک هم هست برتی شماره 805. کل صورتم رو باهاش خشک میکنم و میام. خب یه نکته دیگه بگم بچه، من زمانی که اصفهان زندگی میکردم چون آب و هواش فوق العاده خوش بود، با اینکه پوست صورت من چربه، من زیاد از پنکیک و پودر فیکس استفاده نمیکردم، فقط موقعی که میخواستم ویدیو بگیرم برای یوتیوب، ولی واسه آرایش روزانم استفاده نمیکردم چون خیلی آب و هواش خشکه و باعث میشد که تمام پیشونی من و چونو این قسمت های فکم پوسته پوسته بشه و خیلی خشک بشه. اگه شما پوست خشکی دارید یا حتی پوست چربی دارید، بهتره کمتر از پنکیک و پودر فیکس استفاده کنید اگه توی این مناطق زندگی میکنید. اما اگه تو مناطق مرطوب یا خیلی گرم زندگی میکنید، به نظر من اگه پوستتون چربه از پنکیک و پودر فیکس استفاده کنید خیلی خوب میشه. خب میرسیم به قسمت کانتور. همونطور که میدونید همتون، کانتور برای زاویه دادن به صورته، یعنی وقتی دقت میکنید صورت من تخت و یه دست شده، فقط یه خورده این روی گونه هم قرمز شده که اونم رژگونه زدم. کانتور باعث میشه که صورت ما زاویه پیدا کنه. اگه صورت توپلی دارید با کانتور میتونید لاغرش کنید، اگه صورت لاغری دارید با کانتور میتونید توپلش کنید و چیزهای مختلف. البته بیشترین تاثیر رو کانتور چرب داره، ولی من چون این میکاپ رو برای مبتدیا دارم انجام میدم از کانتور خشک استفاده میکنم چون بلند کردنش خیلی راحته. از یه کانتور خشک به رنگ قهوه متوسط و یه برش این شکلی استفاده میکنم. برش رو نباید خیلی پهن باشه. میزنم به کانتورم، اضافهش رو میتکونم. خب بچه ها، من میخوام با کانتور صورتم رو توپل‌تر کنم. اولش رو همینجا میذاریم، بعد تهش رو میاریم این بر. دقت کنید بچه ها، کانتور خشک بعد از پنکیک استفاده میشه، کانتور چرب قبل از پنکیک استفاده میشه. اینو حتما دقت کنید. هیچ وقت پروداکت کرمی رو نمیتونید روی پودر بزنید، یعنی وقتی صورتتون با پودر خوش کردید نباید دیگه از کانتور چرب استفاده کنید که فاجعه میشه. برای زاویه دادن به خط فک هم همین براشمون رو یک کچولو اینجوری میکنیم و قسمت چونه خوشگله. من اگه شما مثل من پیشونی بلند دارید حتما باید پیشونیتون رو کانتور کنید، اما اگه پیشونی کوتاهی دارید به هیچ وجه این کار رو نکنید. من الان یه طرف صورتم رو کانتور میکنم تا شما فرقش رو متوجه بشین. خب بچه ها ببینید این طرف صورتم چقدر زاویه دارتر و رنگ و لعاب در بعضی کلمات واقعا تلفظشون سخته. بچه ها میبینید که این طرف صورت هم چقدر زاویه دارتر و خوشرنگتر دیده میشه و این به خاطر کانتوره. کانتور خیلی توی میکاپ مهمه، یه جور گیریم به حساب میاد. شما میتونید یه ریمل و یه روش بزنید ولی کانتور کامل داشته باشید و از این رو به اون رو بشید، یعنی تمام این زیبایی هایی که زیر پوستی دارین با کانتور و کانسیلر و هایلایت چند برابر دیده میشه. حالا میرسیم به قسمت جذاب میکاپ، یعنی چی؟ هایلایتر. بچه کانسیلر سه تا هایلایتر سه تا مدل داره، کرمی، پودری و مایع، که من از پودریش استفاده میکنم. البته پودر فشرده، نه از این پودریایی که مثل پودر فیکس، نه مثل پنکیک. هایلایتری هم که من استفاده میکنم از برند رومانتیک برده، شماره 02. من همیشه پروداکت شایندار رو با انگشتم میزنم چون براش اونجوری که باید حق مطلب رو ادا نمیکنه. انگشتم اینجوری میکنم، بعد میزنم روی گونه‌ام. میبینی چه خوشگله؟ چونه یکم هم رو که بینی. البته من الان بینیم و کانتور نکردم چون این ویدیو خیلی طولانی میشد. ایشالا دو قسمت بعدی براتون
کانتور بینی، کانتور لب و یه آرایش خوشگل چشمو که مخصوص مبتدیاست ولی فوق‌العاده خوشگل و مجلسیه، حتما میذارم. خب خوشگلا، اینم از میکاپ پوست. این بود قسمت یک از آرایش برای مبتدیا. ایشالله تا چند روز آینده قسمت دوی این میکاپ رو براتون میذارم و با هم این میکاپ رو کامل میکنیم. دوستتون دارم. پوست بهتون.